عارف. الو، میگم الو. سلام. سلام. من چی وقتم نداریم، من خیلی زود بگم چیز. یکی راجب همین نکته گیاهخواری که داشت میگفت، حالا من خودم گیاهخوار نیستم، ولی یه فرق اساسی وجود داره بین حیوانات و گیاهان. حالا حیوانات حیوانات بزرگتر منظورمونه، حالا حشرات نه، که سیستم عصبی خب ندارن گیاهان. سیستم عصبی هم وقتی نداشته باشین، مثلا شما یه چوب برداری بزنی به یه درخت، هیچ حسی اون درخت نداره. همون چوبو بخوای حالا به یه اسب بزنی یا حالا گاو بزنی، خب اون دردش میاد. مسئله مهم واسه حالا از نظر اخلاقی واسه گیاهخوارا اون زجریه که خب یه حیوان داره میکشه. اون زجر واسه شما مهمه، چون خیلی احساسات هم میتونن درک کنن، فقط قضیه مثلا درد نیست. احساسات چه میدونم ترس رو میتونن درک کنن. خیلی ها میخوان پیش مثلا پدر و مادرشون باشن اون حیوانات. بعد دلایل زیادی هم مثلا واسه گیاهخوار شدن، یه دونش فقط دلیل اخلاقی، دلیل دیگه هم خب دلایل محیط زیستیه که خیلی مهمه. البته من خودم گیاهخوار نیستم، یه خورده کانوینیل نیست گیاهخوار بودن، البته دلیل خوبی نیست. ولی یه نکته دیگه هم خواستم راجع به اون کتاب که اول نشون دادی، نو انلایتمنت، اونو من خوندم، استیون پینکر. اونم به همه میگم که توصیه میکنم حتما بخونن. نمیدونم ترجمهش هست نیست، احتمالا ترجمهش نباشه، اگرم باشه باید یه تیکه هایشو حذف کرده باشن، چون یه تیکش اصلا میپره به خدا و دین و پیغمبر و اینا. ولی خیلی 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 کتاب خوبیه. آره، خیلی چیزا من از اون کتاب یاد گرفتم، توصیه میکنم بقیه هم این کتاب بخونن. سال 2018 هم اومد بیرون، تقریبا جدیده. من هیچ هم دوتا نکتر میخواستم بگم. من در باره گیاهخواری یه چیزی بگم. ببینید کسایی که، البته کسایی که منطقی هست، گیاهخواری که منطقی هستن روی زجر حساسیت دارن، به جای اینکه فقط بعضی هاشون هستن که من به نظر من کمتر منطقی هستن، این که میگن که نه این از وزه اصلا اصل به طور اصلا قتل اشتباهه، یعنی گرفتن جون اشتباهه. خب میگن یعنی مقدار اصولگرا هستن، به جای اینکه ما دو حالت داریم از منطقی، اصول از لحاظ اخلاقی، یا کسایی که اصولگرا هستن یا کسایی که کانسیکونس به کانسیکونسز کار دارن. کانسیکونس چی میشه؟ نمیدونم، یعنی نتیجه گرا. آها، اصولگرا یا نتیجه گرا. خب یعنی بعضیا میان میگن که اخلاق بر اساس این چیز بر اساس این باشه که یه سری اصولی هستن که بده. خب یعنی مثلا قتل به طور کل بده. یعنی چرا بده؟ خب بده به خاطر اینکه اصلا به طور ذاتش اصلا به ذاتی بده، توجیه لازم نداره. دزدی به طور ذاتی بده، توجیه لازم نداره. خب و میگن بعضی از گیاهخوارا که اصولگرا هستن میگن خب قتل هر چیزی بده، گرفتن جون هر چیزی بده، برای همین مثلا ما گیاهخوار هستیم. ولی من خودم اصولگرا نیستم، من نتیجه گرا هستم. من میگم بدی یه کار به خاطر ذاتی یه کار بد و خوب نداره. یه چیزی هیچ کاری نمیتونه به طور ذاتی خوب یا بد باشه. ما بر اساس نتیجه اعمال خودمون میایم نتیجه گیری میکنیم که آیا یه چیز خوبه یا بد. یعنی اگه یک چیزی فایده داشته باشه برای انسان و ارضای امیال اکثر انسان‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی سودمند باشه، نتیجه خوبی بده، اون نتیجه، چون نتیجه خوبیه کار خوبیه، و یه چیزی که نتیجه بدی بده کار بدیه. یعنی ما نتیجه گرا هستیم. خب برای همین وقتی یه گیاهخوار میاد میگه که از اصل گرفتن جون بده، ما میگیم خب نه، ما باید ببینیم ضررش چیه. خب ما وقتی حیوانا رو نگاه میکنیم، حیوانها اکثرشون، البته بعضیشون خودآگاهن، ولی اکثر حیوانات خودآگاه نیستن. خب ما فقط به غیر از انسان فکر کنم فیل و نهنگ و دلفین و شیمپانزی و یه سری کلاغای خودآگاه هستن، بقیه حیوانات دیگه خودآگاه نیستن. خب برای همین گرفتن جون بدون زجر از حیوانی که خودآگاه نیست، هیچ جرمی علیه این حیوان نیست. ما هیچ چیزی از این حیوان نگرفتیم که اصلا میدونست داشت. خب ما چیزی رو که از حیوان باید نگران باشیم برای حیوانات، همون زجر نکشیدنشونه، نه گرفتن جونشون. برای من مشکلی نداره، برای اینکه ببینید گرفتن جون از یک انسان کار غیر اخلاقی هست، هم به خاطر اینکه یک انسان از وجود خودش آگاهی داره، هم به خاطر تأثیر گرفتن، مجاز بودن گرفتن جون توی یک جامعه انسانی، تأثیر روحی که برای بقیه انسان‌ها داره، این انقدر ضررش زیاده
که ما به نتیجه بعدش نتیجه میگیریم که این کار زشت، این کار بده. خب ولی برای یه گاوی همچین نتیجه هایی نداره. برای همین فقط وقتی به یه گاو ما نگاه میکنیم، ما تنها چیزی که برامون مطرحه این که این گاو زجر نکشه. خب هم به طور فیزیکی زجر نکشه و هم به طور احساسی زجر نکشه. خب یعنی یک گاو اگه کشته میشه باید سریع کشته بشه به طور بدون که هیچ حسی بکنه، هیچ دردی بکنه. هم اگه کشته، هم اگه مثلا یک مادر، یک گاو مادر نباید زجر بکشه که ما از بچه‌ش مثلا زجر شده که این زجر روحیه، اینم نباید مجاز باشه. خب گیاه‌خوارایی که این نتیجه گرا هستن که به نظر من منطقی تره، اونا میان میگن که ببینید این چیزی که شما میخواین که این سیستمی که مثلا من میگم باید اینجوری باشه که ما تو بخوام گوشت بخوریم، میگن این امکان نداره. یعنی ما تنها میگن تنها راهش گیاه‌خواریه، برای اینکه چیزی که ما میخوایم، روشی که ما میخوایم با گاو و مرغ رفتار بشه انقدر گرون خواهد بود که هیچ وقت هیچ صنعتی حاضر نمیشه یک همچین محیطی رو برای گاو و مرغ اینا درست بکنه که اونجوری که ما میخوایم کشته بشن. برای همین اونا گیاه‌خواران نتیجه گرا میگن تنها راهش اینه که اصلا نخوریم گوشت. آره منم با تمقیدم راجع به این موضوع که اصلا اصولگرایی کار درستی نیست. یعنی هر کاری که ما میکنیم، حتی چیزایی که خیلی واضحن، مثلا دزدی بده، باید دلیل داشته باشیم که خب واسه چی دزدی بده. یعنی باید هر چیزی رو توجیه کرد. منم تمقیدم که باید نتیجه گرا، منفعت گرا باشیم و هر چیزی توجیه بشه. همینو میخواستم بگم. ها یه نکته میخواستم، یه سوال کلا از خودت بپرسم. Secular Student Alliance رو میشناسی؟ یعنی باشون در رابطه بودی؟ بله، اینا منو تکفیر کردن. تکفیر کردن واسه چی؟ آره، Secular Student Alliance به شدت علیه من. این کسی که نمیدونم حالا کی بود، هست هنوز اون کسی که رئیس این گروه بود یا نه، ولی اینا اصلا از من به شدت متنف. من اسلام ستیزیم خیلی ها با اینا به خاطر اسلام ستیزیم اینا خیلی هاشون فکر میکنن من راستگرا هستم. من مثلا نژاد پرستم از این چیزا. و این گروه و کسایی که سر این گروه بودن خیلی چپگرا بودن و از روشای من اصلا خوششون نمی اومد، از حرفایی که من میزدم اصلا خوششون نمی اومد، به شدت علیه من موضع گرفتن اینا. کلی علیه من تبلیغ هم کردن. آره من نمیدونم، شاید عوض شده باشه، نمیدونم علیه همونا هستن یا نه. البته نمیدونم چند سال پیشو میگی. من چون چپتر توی تگرس اینمش، من پرزیدنت اونجا. خب الان رئیس کیه؟ الان کیه؟ الان هم قبلیه. من رئیس کل سازمان نمیدونم کیه هنوز، یعنی نمیدونم کیه، عوض میشن زود زود. خب خاطر خوشی از ما نداریم. نه من که خیلی دوست دارم برگرد، من که من دوست دارم فعالیت کنم. این خیلی گروه من که خیلی مفید بود به نظر من. ببین من حتی هنوزم، حتی من به این عقده ای نیستم. خب من خیلی کسایی که اصلا اومدن علیهم، بعد از اینکه علیه من بودنم تبلیغشون میکردم. خب من مهدی لاهنتی افتاد علیه من، بعد از اینکه علیه من افتاد من هنوز کانالش رو تبلیغ میکردم، برای اینکه کانالش به نظر من مفیده با اینکه منو دیگه دوست نداره. یه زمانی خیلی من دوست داشت، بعد دیگه دوستم نداره. خیلی من حمد مهدار رو هنوز تبلیغ میکنم با اینکه اونم افتاد علیه من، به خاطر اینکه همش فکر میکنم من بخاطر اسلام ستیزی فکر میکنم من مثلا راستگرام و اینجور چیزا، نمیدونم. حمد مهدار هم همینجوری فکر کرد. من وقتی که قرآن رو مثلا پاره کردم، حمد مهدار افتاد علیه من. و من بعد از اینکه اینا علیه من بودن هنوزم کارشون رو تبلیغ میکردم، با اینکه اینا کار منو دوست نداشتن، ولی من کار اونا رو دوست داشتم. یعنی اینکه اینا منو دوست نداشتن به این معنی نبود که کارشون مفید نبود، من هنوزم کارشون رو تبلیغ میکردم. آره این مشکلیه که یه جورایی ایتیستایی که حالا توی آمریکا یا حالا غرب کلن غرب هستن، این مشکل دارن که موقعی که به مسیحیت میرسه خوب میتونن مثلا نقد کنن، ایراد بگیرن یا تمسخر کنن، مشکل نیست. ولی موقعی که به اسلام میرسه همشون میخوان خیلی محتاطانه و محافظه کار جلو برن. اینم نمیخونه. حالا من سعی میکنم تا جایی به نظر میرسه که عوض شده، مثل که اون که بود دیگه نیستش. خب پس شاید من شاید دوباره بتونیم رابطه برقرار کنیم باش. آره میگم حالا منم تا جایی میتونم دارم کار. من مخصوصا چون خودم حالا از ایران اومدم و به هر حال بک‌گراند اسلامی دارم، یه جورایی خودم خیلی کریتیسایز میکنم اسلامو. اصلا من چیزی به من نمیگن حالا. نمیدونم. خیلی ممنون. خوبه پس عوض شد. ممنون عرف جان.
فعلا ممنون از وقتت.